جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سپاس دارم خدمت شما هموندان عزیز و تشکر میکنم از مسئولین این مرکز بزرگ فرهنگی که این شرایط رو فراهم کردن که ما بتوانیم حالا هر هفته در میون یا هر هفته انشاءالله بعدا در کنار هم باشیم، با هم کتاب شاهنامه رو بخونیم و از این منبع بزرگ فرهنگی اخلاقی خودمون استفاده بکنیم. واقعا حیفه که شاهنامه در بین ما ایرانیان به هر حال غریب باقی بمونه. باید دید، باید خون، باید تعمق کرد و باید که اون جوهره به اصطلاح انسانیتی که در بند این به اصطلاح کلمات نهفته است بیرون کشید و استفاده کرد و به جان خودمون اضافه کنیم. من این همیشه گفتم و تکرار کردم ولی بازم ارزش داره که تکرار کنم که مردم غالبا شناخت دقیقی از شاهنامه ندارند. یه مجموعه‌ای کتاب به اصطلاح حالا قصه و این حرفا میدونن و یا اونایی که یه خورده حالا مثلا چیزتر هستن، عمیق‌تر هستن، مثلا فکر میکنن بله این مبین تاریخ مثلا باستان ایران است و هویت فرهنگی ما رو مشخص، بله این خیلی سطحیش همینه. اما عمیق‌تر که نگاه میکنی و این رو، این کلمات و این ابیات رو کالبد شکافی وقتی میکنی، ببینیم که چقدر محتوا انصافا در بطن این کلمات خوابیده و چقدر پیام‌های انسانی داره. آدم فکر میکنه که شاهنامه داستان جنگه، واقعا هم همینه ها. یعنی میخونی همش از سر تا سر، از سرش تا ترش همش راجع به این که فلان پادشاه لشکرکشی کرد، فلان جا جنگ شد، فلان شد. اما بعد در کانتکست همین مطلب جنگ میبینی که چقدر محتوا وجود داره که همش درس اخلاق، درس جوانمردی، درس ایثاره. دیشب پریشب داشتم یه متنی از آقای دکتر الهی قمشه‌ای، حتما میشناسیدشون شما، ایشون مرد بسیار فهمیده و فاخری، داشتم گوش میکردم ایشون راجع به شاهنامه صحبت میکردم. میگفتش که اون قدیما خب بالاخره مردم انترتینمنت نداشتن، توی این قهوه خونه ها و اینا میومدن شاهنامه خوانی میکردن، مردم گوش میکردن، اصلا مثل تئاتر و سینما بود برشون. میگفت وقتی شاهنامه میخوندن مثلا تا یه مدت مردم روابطشون با هم انسانی تر میشد، مثلا از نسبت به هم گذشت میکردن، نسبت به هم مثلا چه میدونم جوانمردی نشون میدادن، اینجوری اینقدر یعنی مؤثر بوده در قلب های انسان. به هر حال اینه که ارزشش رو بدونید و اینو پاس بدارید. اما برگردیم به موضوع بحث داستان خودم. من خاطرم میاد که داستان کیخسرو رو به سرانجام رسوندیم. کیخسرو به پادشاهی رسید و شروع کرد به انجام کارهای عام المنفعه و اصلاح امور کشور. عملا در واقع پادشاه عملی، حالا اگه اسمشو بذاریم، که بهش میگفتن شاه جوان، کیخسروه. اما به لحاظ رعایت احترام اون بزرگتری که آقای کیکاووس پدر بزرگش بود، کیکاووس همچنان به صورت نمادین روی تخت پادشاهی نشسته، اما عملا کاری انجام دیگه نمیده، دوران بازنشستگی خودشو طی میکنه، عنوان پادشاهی رو هم داره یدک میکشه. اما کیخسرو عملا پادشاهه و داره اجرا میکنه. به قول من یه تعهدنامه ای رو کیخسرو با به اصطلاح برنامه ریزی که کیکاووس میکنه، تعهدنامه ای رو در حضور بزرگان ایران زمین امضا میکنه که من فارغ از این که با افراسیاب یه رابطه خونی دارم، بالاخره افراسیاب بابا بزرگش بود، اینو توجه داشته باشید، از سمت مادری پدر بزرگش میشه افراسیاب، علارغم این من متعهد هستم که انتقام خون سیاوش پدر خودم رو از افراسیاب و کسانی که در توطئه به اصطلاح شهادت به قول معروف سیاوش شرکت داشتن بگیرم. این تعهد رو اخلاقا انجام میده و همه بزرگان کشور این رو امضا میکنن و امانتدار این امانت هم رستمه، یعنی ضامن اجرایی این موضوع، یعنی قضیه خیلی خیلی جدیه، بحث شوخی توش نیست. خب پیرو به این قضیه، کیخسرو مردی
حالا من براتون توصیفات کیخسرو رو زیاد کردم، چند بارم اینجا گفتم که بالاترین به اصطلاح شاه شاهنامه انصافا کیخسرو، دیگه از اون بالاتر ما کسی رو نداریم، حتی از فریدون و جمشید و اینا هم بالاتر. این آدم آدم بسیار برنامه ریز و دقیقیه، بسیار آدم دقیقیه. یعنی وقتی که ارتش خودش رو، اولا از شعورش این که مشاور عالی خودش رو رستم قرار میده، خودش نشوندنده شعور فوق‌العاده بالاشه، خصوصا در بعد نظامی. در بعد نظام رستم مشاور عالی نظامی ایشون، و بعد ایشون تمام توایف به اصطلاح ویژگی های اخلاقی توایف ایران رو شناسایی کرده، مهارت ها و قابلیت ها اینها رو کاملا شناسایی کرده، فرماندهان مثلا رتبه یک هر یک از قبایل رو دقیقا شناسایی کرده و اینها رو رده بندی کرده، مثلا گروه نیزه داران کیا هستن، گروه کمانداران کیا هستن، سوارکاران کیا هستن، پیاده نظام کیا هستن، نیزه داران کیا هستن و و و و و همه اون رده های فیلبانان مثلا کیا هستن، شتر سوارا کیا هستن، اینجوری همه اینا رو دقیق. به همین دلیل هستش که وقتی که حالا بعدها متوجه میشیم در اتفاقاتی که میفته در بازسازی ارتش، این اونچنان سریع عمل میکنه که دشمن متحیر میشه که مثلا یه ارتش که اومده مثلا چند سال جنگیده، حالا مثلا بالاخره اوضاعش به هم ریخته و برگشته، بعد از دو ماه دو مرتبه مثلا این سازماندهی میشه و برمیگره. اصلا این جزء معجزاته در اون زمان. گوش میدی چی میخوام بگم؟ همه الانش هم جزء معجزاته، همه الانش هم هست با این همه امکانات و بنده بسته، ولی اون موقع علی حال اینو میخوام بدونید که یه همچین تفکره. حالا اون بعد جامعه شناسیشو نمیدونم مردم شناسیشو آبادانیشو ایناش که جلسه گذشته صحبت کردم، حالا هم یه به قول معنی میکنن اونجا میرن اصلا کل کشور توران هم فتح میکنن، تسخیر میکنن. رستم هم 6 سال اونجا به عنوان پادشاه تو کشور توران حکومت میکنه، افراسیاب و دار دستش متواری شدن و رفتن. خب اینا بعد از 6 سال میگن آقا ما که با تورانیا کاری نداریم، ما نمیخواستیم سرزمین توران رو مثلا زمینه کشور ایران کنیم. برمیگردن میاد میگن افراسیاب نیست، ما دنبال افراسیاب بودیم. برمیگردن میاد تا اون ماجراهایی که به انتقام خونه باباشو از باب بزرگش بگیره. خب گفتم که ارتش رو اینا روانه میکنن. در مورد روانه کردن ارتش، گروه اولی که حرکت میکنه به فرماندهی فریبرزه، فرامرزه، عذر میخوام، فرامرز پسر رستم، که کیخسرو بهش دستور میده که شما باید برید جبهه شرق رو چیکار کنی؟ فتح بکنی و مسیر اونجا رو برای ما باز بکنی که بتونیم حرکت کنیم از و یا حداقل جلوی حمله دشمن از اون سمت رو بگیریم. درست گیری؟ از سمت شرق و از سمت هندوستان. خب فرامرزم اونجا هم باز یه نکته رو گفتم که فرامرز وقتی که میخواد حرکت کنه، کیخسرو توصیه هایی رو به فرامرز میکنه که باز اینجا اون بعد اخلاقی بسیار متعالی کیخسرو دیده میشه که به این میگه که آقا شما که داری حرکت میکنی میره اونجا، مواظب باشه وقت به مردم آسیب نزنی، به کشتارشون آسیب نزنی، به حیواناتشون آسیب نزنی، اگر کسی باهات جنگ نزنی. وقت مقابل افراسیاب وقتی که به فرماندهان خودش دستور میده میگه میرید ایران رو میزنید، میکوبید، میسوزونید، آتش میزنید، به هیچ کس رحم نمیکنید، کن فیکون میکنید، برمیگردید. این دستوریه که افراسیاب به فرماندهان نظامی خودش میده، اونم دستوریه که کیخسرو به اصطلاح یه آدمی که همسال سال خودشه، خودی که کیخسرو مثلا 25 6 سالشه حالا در این لحظه، اون فرامرز هم همین سن و ساله تقریبا، یعنی یه آدمی به یه بچه همسن سال خودش و اونجوری داره انگار که یه مرد 70 80 ساله است به یه جوون مثلا داره حرف میزنه. ببینم این بینشه دیگه. خب از اون طرف فرماندهی جبهه مرکزی بر عهده کیه؟ توسه. توس شخصیت خیلی هیجان انگیزی اساسا نیست، یکی از پهلوانان بزرگ ایرانه، پسر نوذر نوذر نوه فریدونه، یعنی پسر
منوچهر و منوچهر نوه فریدون. فکر کنید یعنی از نظر نژادی آدم کمی نیست این آقای به اصطلاح توس، اما به لحاظ فردی آدم خیلی هیجان انگیزی هم نیست. شجاع هست، نیرومند هست، دلاور هست، همه چی هست، اما اخلاق نداره متاسفانه. اون اخلاق پهلوانی اون رو نداره. ولی خب آدم خیلی هم چیزه، به قول برای شجاع، برای ایران هم خیلی زحمت هم میکشه، فرماندهی هم میکنه، اما اون ویژگی های اخلاقی رو نداره. حالا دقت کنید، برگشته همین آقای فرمانده کل که کیخسرو باشه پادشاهه، به فرامرز نصیحت کرده و فرامرز راهی کرده. با توس ببین چی میگه. میگه که به توس هم میگه که این همون حرفا، میگه که سعی کن به اصطلاح زورگویی نکنی، سعی کن جنگ علکی نکنی، چنین چنان چنان چنان. میگه که به بایس با به دیشان چنین گفت بیدار شاه، که توس سپهبد به پیش سپاه، به بایس با اختر کاویان به فرمان او بست باید میان، نیازرد باید کسی را به راه. میبینید این حرفایی است که داره به توس میگه. چنین است آیین تخت و کلاه، کشاورز یا مردم پیشه‌ور، کسی گو بر از من نبندد کمر، نباید که بر وی وزد باد سر، نکوشید جز با کسی هم نبرد، نباید نبودن به بیرنج رنج، که بر کس نمان از سرای سپنج. میبینید چقدر حرف قشنگی میزنه. میگه آدمی که به تو رنجی نرسونده نباید بهش رنج برسونی، این دنیا ناپایداره ها. آقای توس فکر نکنید که همیشه قدرت دست ماست، فکر نکنید همیشه ثروت دست ماست. یه کاری بکن که پس بعدا در جهان مینو میبرنه، اونجا پیش خداوند رو سفید باشی، روسیا نباشی، بگن آقا خون این همه آدم برگردنشون است، خون این همه بچه یتیم، این همه مثلا زن بیوه، این همه پسر بی پدر، این همه پدر بی پسر، که همه خون به قلب و جگرشون، این به عهده توه، تو این کار رو کردی. اینا رو داره بهش توصیه میکنه، باید نصیحت. بعد یه چیز دیگه هم باز بهش میگه، دقت کنید، میگه گذر بر کلاک هیچ گونه مکن، گران ره روی خام گرد از سخون، در آنجا فرود است و با مادر است، یکی لشکر گشن کنداور است، روان سیاوش چو خورشید باد، بدان گیتیش جای امید باد، پسر بودش از دخت پیران یکی، که پیدا نبود از پدر اندکی، برادر به من نیز ماننده بود، جوان بود و همسال و فرخنده بود، کنون در کلات است و با مادر است، جهاندار با فر و بالشکر است، به راه بیابان بباید شدن، منی کو بود چنگ شیران زدن. چنین گفت پس توس با شهریار، که از راه تو نگذرد روزگار، به راهی روم کم تو فرمان دهی، نیاید ز فرمان تو جز بهی. میبینی؟ پس معلومه که کیخسرو خیلی به صراحت داره بهش میگه، میگه آقا شما تو مسیری که دارید به سمت توران میرید، تا اینجا رو درس گذشته گفتم، یه دوراهی وجود داره، یکی هم راه بیابان، راه جرم از منطقه کوهستانی عبور میکنه به یه قلعه‌ای به نام کلات میرسه. گفتم قلعه‌هایی که بالای کوه میساختن بهش میگفتن کلات. حیاتون باشه ما الان یه چیزی هم داریم، میگیم کلات نادری، شنیدید؟ در خراسانه کلات نادری، یعنی یه منطقه کوهستانیه، اونجا یه قلعه است که میگفتن نادرشاه افشار همه اون طلاها و جواهرات و غنایم جنگی که از هندوستان به خودش آورد برد اونجا قایم کرد. اونجا کاری کسی هم نداره، مزاحم ایشون نشو، اون برای نرو اساسا، برو مسیر خودت. میگه چشم، میبینی که دقیقاً هم میگه، میگه به راهی روم که تو فرمان دهی، نه یا نه نه با جز فرمان تو جز بهی. حالا دقت کن چی میشه. سپهبد بشد تیز و برگشت شاه، سوی گاه با رستم نیکخواه، از آن سو که بود توس و دیگر سپاه، همی رفت تا پیشش آمد دو راه، ز یک سو بیابان بیاب و نم، کلات از دگر سو و راه جرم. دقیقا رسید سر همون دورای ارتش ایران. به گودرز گفت این بیابان خوش، اگر گرد انبر دهد خاک خود خاک مش، چرانیم روزی به تندی دراز، به آب و به آسایش آید نیاز، همان به که سوی کلات و جرم، برانیم و منزل کنیم از میم. بدو گفت گودرز
پرمایه شاه تو را پیشرو کرد بر این سپاه، مگردان سر از گفته پادشاه، نباید که از آن خسته گرده سپاه. بدو گفت توس ای گوه نامدار، از این گونه اندیشه در دل مدار. به سوی کلات اندر آمد زرا، گرفته همه راه و بیره سپاه. ببینید دقیقا 180 درجه برخلاف دستور مستقیم که خسرو عمل میکنه آقای توس. برای چی؟ برای که آدم خودخواهیه. آدم این اساساً من بهتون بگم توس میانه خوبی با خاندان سلطنتیه، حالا چه خود کیخسرو، چه بابا بزرگ، چه خود سیاوش و چه بابا بزرگ این آقای کیخسرو که باشه کیکاووس و کیقوباد که بابای کیکاووس بوده، این نگاه خوبی نسبت به اونا نداره. برای چی؟ برای اینکه خودش رو مستحق سلطنت میدونسته، میگفته بعد از آره فکر میکرد که حق من رو خوردن، چون که باباش که هم آقای نوذر باشه یه شاه بی‌لیاقتی بود، خودش هم در به اصطلاح جنگ شکست و بعدم اسیر شد و بعدم کشته شد. این هم از جبهه فرار کرد، به نوعی همین آقای توس و داداشش از جبهه فرار کردن. مردم ایران اصلا به ایران نگاه خوبی نداشتن به طور کلی، و بعدم که پهلوانان به خصوص زال که یک بینش در حال عمیق انسانی داره، گفت من در اینها چیز نمیدونم، فره ایزدی در اینها نمیدونم، به همین دلیل رفتن قباد رو اوردن کردن پادشاه. بنابراین این توس خیلی اساسا با اینا میونه ای نداره، حالا روش هم نمیشه مستقیما، ولی غیر مستقیم یه جنگولک بازی حالا به تعبیر من در میاره همیشه. این قلعه الان وجود داره؟ نه نه الان از بین نیست. نه علیه هم ایشون میاد و میگه که خب نه بابا سخته، از مسیر بیابان بخواید برین ارتش با کمبود آب و نم غذا اینا مواجه میشه، سخت به اون میگذره، نمیخواد راه بیابان کو میرین بهتر. از مسیر کو که هم میان بر بود هم بالاخره آب و آجوه بهتر فرام. اینا اینجوری حرکت. بعد میگه که بفهم خب کجا بودیم؟ بعد اینا میگردن و میان از اون فرمه. پس آگاهی آمد، حالا پس آگاهی آمد به نزد فرود، که شد روی خورشید تابان کبود. سپاه برادر از ایران زمین، همی سوی توران گراید بکید. زراح کلات است آهنگشان، ندانم کجا افتد جنگشان. چو بشنید ناکار دید جوان، دلش گشت پردرد و تیره روان. زبام دژاندر جریره بدید، از آن سهم لشکر دلش بردمید. بر مادر آمد فرود جوان، چنین گفت که بانوی بانوان، چه گویی؟ چه باید کنون ساختن؟ نباید که آرد یکی تاختن. جریره بدو گفت که رزم ساز، بدین روز هرگز مبادت نیاز. به ایران برادرت شاه نو است، جهاندار بیدار کیخسرو است. ترانیک داند به نام و گوهر، ز هم خون و از مهره یک بدر. ز تو تو زیدر برو بی سپه با تخار، مدار این سخن بردد خیش خواه. چو پرسیز و بردان و گردن کشان، تخار دلاور بگوید نشان. کز ایران که و مه شناست همه، بگوید نشان شبان و رمی. میبینید که این آقای فرود حالا داخل قلعه خودشون، اینا بیچاره ها دارن زندگی عادی خودشون میکنن تو قلعه، دارن زندگی میکنن، مثلا ماکسیموم مثلا 200 نفر آدم تو قلعه اندی، بیشتر که نیستن، اونجا دارن زندگی عادی خودشون میکنن. یه دفعه یهو نگاه میکنن، تمام مثلا دشت از پایین مثل مور و ملخ سرباز و بند و بسا داره میاد بالا. این وحشت زده میشه که جریان چیه؟ اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ بعد میفهمن که خب اینا ایرانی ها هستن. برمیگرده به مادرش جریره که دختر پیران ویس هستن، برمیگرده بهش میگه که مادر اینا کیان؟ جریان چیه؟ واسه چی اومدن؟ نکنه میخوان به ما حمله کنن، با ما مثلا به جنگ هم؟ بالاخره اونا خودشون رو تورانی میدونستن دیگه. این میگه که نه نگران نباش. مادر میگه نه نگران نباش، تو رو تو ارتش نبر جلو که اونا احساس نکنن که تو هم میخوای با اونا وارد جنگ بشی.
شما کاری که میکنی خیلی آروم، فقط خودت با تخار. تخار یک مرد مسنیه، به قول معروف بزرگتر اون قلعه است. آدمی است که مثلا آشناست، از زمان سیاوش مثلا بوده، با سیاوش آشنا بوده، با مثلا پهلوانان ایرانی که همراه با سیاوش به توران اومدن اونا رو میشناسه. میگه تو با تخار برو بالای اون بلندی وایسی و از تخار بپرس که اینا کیا هستن. این همه پهلوانان ایران میشناسه، به تو معرفی میکنه، باب مذاکره رو باز کن که باهاشون مثلا وارد مذاکره بشیم. ما جنگ با کسی نداشتیم، دلیل نداره، برادر تو پادشاه ایران در قرار است که بیاد با تو بجنگه، با تو مشکلی نداشت. خب اینا هم میگه بسیار. اینا هم به بچه هستی که بیچاره یک سال سنش از کیخسرو بیشتره، فقط یعنی دقیقا همسن کیخسرو، هم تیپ درست بچه هم سیاوش دیگه. دقیقا میگه خود کیخسرو داره میگه، میگه خیلی شکل منه، قدرکش هم شبیه به منه، هر دوی ما هم خیلی شبیه به بابامون هستیم، مثلا سیاوش دوتا برادرن، حالا فقط مادرشون متفاوته. میگه که برابر این لزومی نداره، کسی نمیخواد با تو بجنگی، تو فقط برو پیدا کن کیا فرمانده ها هستن، باهاشون مذاکره کن که بساط مثلا صلح و دوستی برقرار بشه. همه نیت ها خیره. خب دقت کنید. برفتن پویان تخار و فرود، جوان را سر بخت برگشته بود. چو ایرانیان از بر کوهسار بدیدن ناگه فرود و تخار، برآشفت از ایشان سپهدار دوست. ببین اینا تا این دوتا رو دیدن بالای کوه، کی اول از همه قاطی کرد به قول معروف، حالا به تعبیر من توسه، ناراحت شده که دوتا آدم غریبه رو مثلا بالای کوه دیدن. برآشفت از ایشان سپهدار توس، فرو ماند بر جای پیران و کوس. چنین گفت که از لشکر نامدار سواری بباید همی کار، که جوشان شود زین میان گروه، براند دمان تا سر برز کوه. ببیند که این دو دلاور کند، بدان تون بالا ز بحر چند. گریدون که، حالا ببین برخورد دقت کنید، گریدون که از لشکر ما یکیست، زند بر سرش تازیانه دویست. وگر باشد اون نیز پرخاش جوی، ببندد کشانش بیارد برون. وگر زان که باشد ز کاراگهان، که بشمرد خواهد سپه را نهان، همانجا بدونیم باید زدن، فروهشتن از کوه و باز آمدن. ببینید دو تا آدم غریبه رو ایشون آقای فرمانده لشکر ایران، فکر کن مثلا آدم فقط مغز یه فرمانده لشکر چقدر مثلا گسترش بد داشته باشه، برگشته میگه که دو تا آدم اون بالای کوه هست. اگر سربازای خودمون هم به اجازه رفتن بالای کوه، میری یه نفر از پهلوانا بره اون بالا، اگر این دوتا سربازای خودمون هم به اجازه رفتن بالای کوه، رو سر هر کدومشون 200 ضربه شلاق بزن، یارو میمیره بیچاره. 200 ضربه شلاق تو سر هر کدوم میزنی میکشیم میاری. اگر چیز هستن به قول معروف دشمن، از سربازای دشمن هم مثلا هر جفتشون رو دستگیر میکنی باز هم داری میاری. اگر که کاراگهان هستن، جاسوس هستن که حالا اومدن مثلا چیز بشمارن، چند شمارش ارتش ما رو بگیرن فلان، در جا میکشی برمیداری میاری. این هم فرمانده دستور داده در این حد. اصلا یک ذره احتمال این که بابا اینجا منطقه دشمن نیست، منطقه دوسته، مثلا خیر سرمون منطقه، حالا شاید اصلا این مثلا نماینده فرود باشه، مثلا دارم میگم ما خود بخواد مذاکره کنیم، دلیل نداره که ابتدا به ساکن بخواد یارو رو بکشیش. خب این در اون بسته باشه. خوبه مگه باز بود؟ نه گرز لاش باز بود که من ببینم اگه کسی میاد بگم بفرما تو بوره هرگز اصلاحش و اصلاحه های نظامی زمان خودشون. خب پس این دستوراتش که میده، بعد میگه که به دو گفت ببخشید به سالار بهرام گودرز گفت. بهرام گودرز، این کلمه رو یاد بگیرید، بهرام پسر گودرز، برادر گیوه، یادتون باشه، و برادر هجیره، اینا همه فرزندان دلاور گودرز گشوادگان هست. این بهرام میگه که قربان من این ماموریت رو میپذیرم. چه میدونه این بیچاره هم یه سرباز دیگه، بهش دستور دادن بعد بره عمل میکنه. میگه به سالار بهرام گودرز گفت که این کار بر ما نماند نهو، روم هرچی گفتی به جای آورم، سر کوه یک سر به پای آورم،
بزد اسب آمد ز پیش گروه پر اندیشه بنهاد سر سوی کوه. چو بهرام نزدیکتر شد به تیغ بغرید بر سام غرنده میغ. چه مردی بدو گفت بر کوه سار نبینی همه لشکر بی شما؟ مگر نشنوی بانگ آوای کوس؟ نترسی ز سالار بیدار توس؟ ببینید این بهرام رسیده نزدیک اون دوتا، به اونا مثلا بلند داد میزنه میگه شما کی هستید؟ اونجا چیکار میکنید؟ من نمیبینید ارتش ایران مثلا اومده اینجا؟ خب منطقه نظامیه دیگه، نباید کسی بره اونجا مثلا واسه تماشا کنه. اینجوری با تغییر به قول معروف به اونا صحبت. بعد ببین چه جواب میده. خیلی قشنگ. فرودش چنین پاسخ آورد باز که تندی ندیدی تو تندی مساز. ببین فرود بهش اینجوری حرف میگه آقا شما چرا داد میزنی؟ ما که با شما دعوا نکردیم، شما چرا با ما داری دعوا داری مثلا اینجوری؟ میگه فرودش چنین پاسخ آورد باز که تندی ندیدی تو تندی مساز. سخن نرم گوی ای جهان دیده مرد، میارای لب را به گفتار سر. نه تو شیر جنگی نه من گور دشت، به گوله بر ما نباید گذشت. فوزونی نداری تو چیزی ز من، به گردی و مردی و نیروی تن. ببینید چقدر قشنگ جوابشو میده فرود. یا آقا دادیدت نکن، چرا داد میزنی؟ اولا که نه تو شیری نه من آهو که تو فکر کنی مثلا مثل شیر به من قرن نماز. برآمد به بالای تند و فراز، فرود آمد از اسب شاه جوان، نشست از بر سنگ روشن روان. به بهرام گفت ای سرافراز مرد، جهاندار و بیدار و شیر نبرد. بران آمدم من بر این تیغ کوه، که از نامداران ایران گروه بپرسم، بدانم که سالار کیست، بر از مندرون نام بردار کیست. یکی سور سازم چنان چون توان، ببینم به شادی رخ پهلوان. سزد گر بگویی تو با پهلوان. آقا این فرمانده لشکر کی هستش؟ من ایشون رو دعوت بکنم، تشریف بیارید توی قلعه ما، مهمان ما باشید، من جا مهمونیتون بکنم، استراحت کنید، فلان کنید، تدارکات و بند و اسباب آماده بشه. منم علاقمند هستم، اتفاقا شما دارید میرید انتقام خونه بابای من رو بگیرید، منم دوست دارم که با نیروهای هم رزم خودم در خدمت شما قرار بگیرم و با هم بریم. یعنی ببین نهایت حسن نیت رو این فرود بنده خدا داره از خودش نشون میده. میگه من اومدم شما رو مهمان کنم به داخل قلعه، مثلا افتخار بدید ما در خدمت شما. خب لطف کن پس شما لطف کن شما پیغام منو به فرمانده سپاه که آقای توس باشه به قول من برسون و دعوت من رو بهشون ابلاغ بکن که تشریف بیارن بشینیم با هم مذاکره کنیم و نه. خب بدو گفت بهرام که شهریار جوان و هنرمند و گرد و سوار، بگویم من این هرچه گفتی بتوس، به خواهش دهم نیست بر دست بوس. می‌بینی؟ میگه من میرم همه مثلا پیام شما رو بهش میدم، دستش هم میبوسم که شما رو بپذیره و مثلا این دعوت شما رو ببینه. در این حد هم بهرام بچره داره خودش مایه میزنه. خب ولیکن سپهبد خردمند نیست، سر و مغز او از در پند نیست. بشورید با گی و گودرز و شاه، زبهر فریبرز و تخت و کلاه. همی گفت از تخمه نوزرم، جهان را به شاهی خود اندر خورم. به مژده من آیم چه او گشت رام، تو را پیش لشکر برم شادکام. وگر جز من آید ز لشکر کسی، نباید برون بودنی من بسی. نباید برون بودنی من بسی. ببینید میگه بله من خیبام شما رو میبرم، ولی متاسفانه این فرمانده ما آدم درست حسابی نیست، عقل به صلاح آدم با منشی نیست. من میرم بهش میگم یه خودن مثل به خاندان شما ها مسئله داره، بهش به صراحت داره میگیدیم. میگه سر همون ماجرای فریبرز و اینا که پرسن بهتون میاد دیگه، جنگولک بازی توس میگه. یکی من میرم بهش میگم اگر دیدم اوزا به صلاح آرومه و خطری شما رو مثلا تهدید نمی‌کنه، خودم شخصا میام، یعنی این علامتشه دیگه، من خودم شخصا میام اینجا شما رو برمی‌دارم و با سلام و صلوات مثلا میبریم پلی آقای توسو یا اوشون میاد تا پلی شما حل. اما اگر کسی غیر من اومد دشمنی نداره، خود فرود منم علامت روی شونش هم دیدم، همه چیز اوکیه، هیچ مشکلی از نظر ایشون نیست، یعنی خطری از جانب او برای ما نیست. حالا ببین توس چه جواب میده.
چنین داد پاسخ ستمگار توس. ببینید فردوسی با چه صفتی توس رو به اصطلاح خطاب میکنه. چنین داد پاسخ ستمگار توس. چیکار نکنید؟ اونی که تصمیم گیرنده این به اصطلاح قرارگاه نظامی من هستم، تو دخالت نکن که مثل من کامنت بدی کامنت ندی کنم. این داره بشه. بعد میگه تو را گفتم او را به نزد من آر، سخن را مکن هیچ از او خواستار. تو رفتی و با وی زدی داستان، به شاهیش گشتی تو هم داستان. به ترسیدی از بی هنر یک سوار، نه شیر ژیان بود بر کوهسار. از آن پس چنین گفت با سرکشان، که این نام داران و دشمن کشان. یکی نامور خواهم و نامجوی، که آرد سوی کوه و این ترک روی. سرش را به خنجر ببر از تن، بی پیش من آرد در این انجمن. ببینید یه آدم اینجور خودخواه برگشته اینجوری با قضیه برخورد میکنه که حرفا چیه؟ تو بس من بگیم من بچه سیاوش رو فرود. از نظر من هر کسی تو این سرزمین غیر ارتش ما ایرانی ترکه، ترکه دشمنه، دشمنه باید کشته بشه. همین رو بس. این دیدگاه آقای توسه. حالا پهلوانه، حالا ایرانی، میخوام سرشو بخوره، به من چه مربوطه؟ به آدم باید آدم باشه. میدونی چی میخوام بگم؟ انسان باید انسان باشه. این نحوه برخورد آقاست با هم یه پهلوان خودی که مورد اعتماد بهرام آدم کمی نیست، و همی که اون آقایی که اونجا باشه. برگشته میگه که یه نفر آدم شجاع، ای دشمن کشان، دقت میکنید به این خطابی که قرار میده، اینه میگه ای دشمن کشان به فرمان ایرانی، یکی رو میخوام که بره سر یورو ببره بردار بیاره. خب پهلوانان ایرانی هیچ کدوم حاضر نیست، هم تو میمونن به همدیگه نگاه که اگه میشه بریم بچه سیاوش رو. بعدم برادر کیخسرو اینقدر سفارش چی کرده کیخسرو که آقا اصلا از مسیر خونهشون عبور نکنیم. حالا ما که عبور کردیم، حالا میگه این بیارو این سرشو ببور. اینا همه باعث دارن. خب کی مثلا اینو میپذیره؟ دامادش. دامادش بیچاره. آره دیگه اون جور دروسیه دیگه. یا مثلا بعد از داماد دیگه کی؟ مثلا پسرش. این بیچاره اینا مجبورن که بگن چشم یه جور دروسیه پدر خانم و دروسیه نه بابا و اینا میمونن دیگه. حالا اینا اینجا نمیاد. اینا اینجا نمیاد. حالا اینا رو من دیگه براتون بگم. چون این تو نیست. دامادش بیچاره میگه آقا من میرم. باشه برو. ها؟ اسمش اتفاقا اسمش یادم میاد. ریونیز بود. آخه دو تا ریونیز داریم. یکی اینه، یکی هم یکی دیگه پسر پیکاروس. آره اسمش سن. ریونیز اگه. ایشون بلمشی میگه. بلندش میره و با شمشیر رو برد و تیر و کمان و بند و بسات این اون بیچاره ها منتظرن که یه پیک دوستی بیاد دیگه. اونا خب بخاطر از نظر استراتژی اونا موقعیت خوبی دارن، چون اونا بالای کوه هستن، اینا پایینن، اونا تنگه رو دارن، تو تنگه قرار گرفتن، اینا راحت نمیتونن بیان برن بالا. تخارم چیزم این بچه هم تفلک فرودم که خب تیراندازه مثل باباش یادتون هست گفتم وقتی که تیر میزد از چند تا سپر تیرش عبور میکرد. اینا با بچه همون باباست دیگه، بالاخره همون نژاد و ژن رو داره. تیرانداز فولاده درجه یکی، تعداد زیادی هم تیر تو ترکش کمانش داره و آماده است. برمیگرده به تخار میگه که این کیه که داره میاد و فوش و بدبیرا داره به ما میده و اونم بدبیرا میگفته میومد دیگه، مثلا رفت میگه دشمن بکشه. این کیه که داره میاد و به ما فوش و بدبیرا میده و به ما تیراندازی میکنه و انگار که دوستی نمیخواد بکنه. میگه بله ایشون ریونیز پسر چم داماد توسه. میگه چه کارش کنم؟ میگه بزنش، با تیر بزنش، خیلی داره مثلا روش زیاد کرده. اونم بچه هستی که تفتن میگه مثل آقا چشم یه دنه توی میذاره اونجا هدف میگه میزنه تو سینه این ریونیز. اون از اون بالای اسب میفته پایین و اسبش پیاده برمیگرده، اسبش خالی برمیگرده و توسه داماد من زن شوخی شوخی هیچی من دیگه دیوانه میشه. یه نفر آدم درسته سعی پیدا میشه بره این ترک زاغ سیاه رو بکشه، فلان کنه، بیسان کنه، هیچکی باز همین میمونه من دیگه نگاه میکنه. پسرش
یه چیزی شبیه به گشتاسب یا چی چیزی هست میشه. پسر خودت میگه که برو اون بالا میشه باش. اینم بالا میشه با کلاه خود و بند و بساط و شمشیر و تیر و کمان و نیزه و نرفا میاد و دو مرتبه میاد بالا دو مرتبه این فرو میاد به این تفاهم میگه این کیه؟ میگه آره این پسرشه اونجوری فلان میسان میگه بزنه بزنه چیکارش کنم که بزنه همه با تیر میزنه اونم میگه ای داده بیاد دیگه توس خیلی ناراحت میشه دیوونه میشه خودش میپره رو اسب و آره خودش میپره رو اسب و حمله میکنه میکشه خودش رو میاره پایین و همه هم تو متعجبه دیگه هیچی هم ایرانیان ناراحت هم خب میشن دیگه بالاخره هم برای ایرانیان ناراحت کننده است ارتش ناراحت میشه فرمانده ها یک بوده ولوله ایشون میفته آقا چه وضعیه فلان بیسان توس هم که دیگه اصلا به زمین زمون داره ببخشید ولادیمیر میگه و بالاخره میگن که گیف میگه من میرم بلکه بهش کنم که اینقدر ما رو تحقیر نکنه هیچی سوار اسب میشه و گیف میره گیف میره و بعد اون دو مرتبه باز این به تخار سوال میکنه این کیه؟ این گیفه میگه چیکارش کنم؟ میگه بزن تو اسب میشه باز این هم میزنه تو اسب میشه میزنه اسبش رو میکشه این باز گیف هم همینطوری پیاده برمیگرده دیگه حالا ایرانی ها خیلی دیگه بهشون برخورده این صحنه دیگه حالا منهای بحث این که اینجور مورد تحقیر قرار گرفتن این بیژن میگه که من ترتیب اینو میدم من ترتیب این فرود رو من بدم اینا شما حریف این نیست هیچی میره و یه دونه اسب که خودش داره یه اسب یدکی هم میگیره با خودش میبره و به گستهم یادتون میاد گستهم شیرگیر گستهم برادر کی بود؟ گرد آفرید بود آفرید اسم مادر فرود چی بود؟ جریره آفرید جزیره یادتون بیاد اسمش جریره است آفرید این به صلاحانی آقای بیژن با همراه به همراهی گسته هم اینا میشنن طراحی میکنن که با یه گروه کماندویی بیژن از جلو بره که حواس فرود و پرت خودش بکنه که با این درگیر بشه نیروهای کماندویی از پشت کوه بتونن خودشون نزدیک کنن اینا گروه کماندویی از دو طرف کوه میرن خودشون رو به قلعه نزدیک میکنن از این برم بیژن میره و با اسب که نزدیک میشه باز اون اسب بیژن رو میزنه با اسب یدکی میتونه مثلا تا به خودش به جنبه از اون منطقه تنگه عبور بکنه و نزدیک میشه سپر میگیره روی سر خودش رو نزدیک میکنه شو به فرود نزدیک میکنه با فرود درگیر میشه اینا فرود با این درگیر میشه بالاخره این میزنه اون میزنه این میزنه اون میزنه هر دوشون زخمی میشن و در این گیر و دار اون گروه کماندایی هم از راه میرسن گروه کماندایی که از راه میرسن گسته هم از پشت میرسه با شمشیر میزنه توی دست فرود و دست فرود قطع میشه این قش کجا بوده که با این یه نفری با این گروه کماندایی میجنگه با دست چپ و انقدر میتونه که فقط خودشو عقب عقب ببره تا برسونه به در قلعه و خودشو بندازه توی قلعه و در قلعه رو ببره یه جنگ کاملا ناخواسته واقعا یعنی این جنگ میگن جنگ تحمیلی انصافا این جنگ تحمیلی حالا عراقی ها بر ما تحمیل کردن این جنگ رو اینجا متاسفانه ایرانی ها تحمیل کردن به فرود بنده خود تمام مردانی که در قلعه هستن کشته میشن تمام اصلا چه این مرد اینا کشته میشن واقعا جا داره که پیران ویسه اینجا از اون دار باشه قبول دارید اینو یا نه بالاخره پیران ویسه یه دختر داده بود با نهایت محبت به سیاوش و با نیت اینکه به سیاوش خدمتی کرده باشه و فلان باشه و همه جور حمایت هم از این سیاوش کرده بود از اون دو و بعد این بچه به دنیا آمد این بچه هم دفلک نه آزاری به کسی رسونده بود و تازه با اون حسنیت هم که میبینید اومده جلو که آقا بیاید من میخوام به شما کمک کنم من هم همراه باشم منتها یه آدم بدقلق به اسم توس تمام این تباهی ها از اونجا نشأت میگیره ببینید تمام تباهی ها از اونجا مهم نیست مال ایرانیه ترکه عرب فارسه هر چی هست آدمی که ذهنیتش تباهه دیگه حالا نوع عربش میشه زهاک نوع ایرانیش میشه توس نوع ترکش میشه افراسیاب و نوع هندیش میشه شنگوله هندی مثلا اینا همه هست الان
بخونیم. میگه که چنین داد پاسخ سگنبارتوس که اینا رو گفتم که بدو گفت بهرام که پهلوان مکن هیچ بر خیره تیره روان، بترس از خداوند خورشید ما. اینا رو بهرام به توس در میگه، بترس از خداوند خورشید ما، دلت را به شرم آور از روی شاه، که فرزند شاه هست و همزاد اوی، سواری است ناآور و جنگجو. سپهبد شد آشفته از گفت اوی، نشد پند بهرام یل جفت اوی. بفرمود تا نام بردار چند بتازند تا سوی کوه بلند، ز گردان فراوان برون تاختند، نبرد ورا گردن افراختند. به دربند حصن اندر آمد فرود، دلیران رش در ببستند زود. چو خورشید تابنده شد ناپدید، شب تیره بر چرخ لشکر کشید. در دژ ببستند از آن روی تنگ، خروش جرس خواست و آوای زنگ. همان دخت پیران و مام فرود، روان پر ز تیمار دل پر ز دود. به باره برآمد جهان بنگرید، همه کوه پر جوشن و نیزه دید. رخش گشت پر خون و دل پر ز دود، بیامد دوان تا به نزد فرود. بدو گفت بیدار گرد ای پسر، که ما را بد آمد ز اختر به سر. سراسر همه کوه پر دشمن است، در دژ پر از نیزه و جوشن است. به مادر چنین گفت مرد جوان، که از قد از تیرهای خدنگ، ببارید گرز و بنامید سنگ. ز گرد سواران از پر تیر، سر کوه شد همچو دریای قیر. از این سو و آن سو خروشان شدن، به رزم اندرون سخت خوشان شدن. به پیش همه توست بسته کمر، به دست اندرون تیغ و تیر و سپر. پیاده سران سپه گرد اوی، سوی باریدش نهادن. بدین گونه تا گرش خوشید راست، سپاه به اصطلاح این سپاهی راست. بگه من همه تعجب میکنن ایرانی ها از شجاعت این مرد. میگه که پیاده میگه به دو خیره ماندند ایرانیان، که چون او ندیدند شیر ژیان. ز ترکان نماند هیچ با او سوار، همی کرد تنها همان کارزار. و آورگه گشت با دوش سست، ز گردان پس آنگاه پینه بجست. انان را بپیچید و تنها برفت، ز بالا سوی دژ شتابید تر. جوان همچنان خسته و خسته بازو و دوش، همی راند اسب و همی زد تروش. به دژ در شد و در ببستند زود، دریغان دل و نام جنگی فرود. بشد با پرستندگان مادرش، گرفتند پوشیدگان در برش. همه قاولیه جعد مشکین کمن، پرستنده با مادر از بن بکند. نمی مادره عزاداری میکن مواشو میکن. همه قاولیه جعد مشکین کمن، پرستنده با مادر از بن بکند. همی کند جان آن گزیده فرود، همه تخت مویه همه کاخ دود. چنین گفت چون لب زهن برگرفت، که این مور کندن نباشد شگفت. کنون اندر آیند ایرانیان، به تاراج دژ تنگ بسته میان. پرستندگانم اسیران کنند، دژ و باره و کوه ویران کنند. دل هر که بر من بسوزد همین، ز جانم رخش برفروزد همین. همه کاخ بر باره باید شدن، تن خویشتن بر زمین برزدن. بگفت این و رخسارگان کرد زرد، برآمد روانش به تیمار و درد. میبینید اینم صحنه مردنشه. به بازی بعد حالا ببینید فردوسی چجور عزاداری میکنه در مرگ فرود. حالا دیگه من تند خوندم، نخواستم خیلی احساساتی بشید و توضیح بدم. من تند خوندم ازش عبور کنم، چون خودم هم حالم بد میشه وقتی اینا رو بخوام توضیح بدم. ببین وقت فردوسی چجوری عزاداری میکنه. میگه که به بازی گریم آند این چرخ مست، که بازی برآورد هفتاد دست. زمانی دهد تخت و گنج و کلاه، زمانی غم و خاری و بند و چاه. همی خورد باید کسی را که هست، منم تنگ دل تا شدم تنگ دست. این حالا به حال امروز خودش هم یه اشاره میکنه، میگه من هم تنگ دل هم تنگ دست. اگر خود نزادی خردمند مرد، ندیدی به گیتی همی گرد و سر. بزاد و به سختی و ناکام زیست، بدان زیستن زار باید گریست. سرانجام خاک است بالین او، دریغ آن دل و رای آیین او. میبینید یه حیف از این جوانی که اینجور به اصطلاح روزگار این رو پروروند، یک جوانی به این مثلا کیفیت رشد کرد، بعد اینجوری پرپر شد به خاطر یه آدمی که نمیخواست مثلا منطقی با قضیه برخورد بکنه. خب بعد میگه فرود سیاوش بیکام و خوبیایی که پیران ویسه کرده، جریره ای که با سیاوش انقدر همراهی داشته به عنوان همسر اولش، و بعد هم این سرنوشتش که به دست یه ایرانی خودخواه در واقع اینجوری تباه میشه.
خب چون بهرام نزدیک آنبار شد، خب بهرام بیچاره نیام آور صلح بود، بهرام دیده بود فرودو صحبت، حالا میاد دیگه، میاد میبینه ای بابا اصلا بهرام زندانی میکنه. همین آقای توس وقتی بهرام پیغامو میاره میگه که اسکی میکنه زندانی میکنه تو جبه که با کسی حرف نزنه. بعد این شیرین کاری ها رو ادامه میده و میاد جلو. نه حالا دیگه کار از کار گذشته، حالا بهرام اومده دیگه، اومده تو قلعه رسید. میگه چو بهرام نزدیک آن بارشو از اندو یک سر درش بارشو به ایرانیان گفت که از کردگار بترسید و از گردش روزگار. به بعد بس دراز است دست سفر به بیدادگر بر نگردد به مهر. ببینید چه حرفی میزنه، میگه حواست جمع باشه، شما ظلم کردید به ارتش ایران، میگه و به توس میگه، میگه یادتون باشه شما ظلم کردید، یه آدم بیگناه اینجا گرفتید اینجوری قتل عام کردید، کشتید 70 تا زن بیچاره، از ترس شماها خودشون از اون بالا پرت کردن توی کف دره اونجوری مردن. یادتون باشه انتقام دست خداوند بازه، شما تقاص اینه پس خواهید داد، کار زشتی انجام دادید، مهم نیست. اینا رو داره بهشون میگه بهرام، داره من بهتون گفتم گوش نکردید، حالا دقت کنید این پیام تبعات داره، حالا خواهید دید، اینو خواهید دید، حرفی که بهرام به من میزنه. بعد میگه چی؟ حالا بعد میگه زکی خسرو اکنون ندارید شر که چندان سخن گفت با توس نرم و گردان نیر، که تندی پشیمانی آرت بار، تو در بوستان تخم تندی مکار، که تیزی نکاره سپه بد بود، سپه بد که تیزی کند بد بود، هنر با خرد در دل مرد تند و چو تیغی که گردد به زنگار کند. ببینید چه حرف قشنگی رو بودرز داره به توس میزن، میگه هنر با خرد در دل مرد تند، آدمی که تنده آدم، یه مراسم خوب برای ایشون برگزار کنید، مثلا بری یه دخمه بسازید خیلی قشنگ، لباس شیک تنش بکنید، انبر و کافور رو سرش بذارید، اینجوری کنید اونجوری کنید، ببریدش با احترام دخم شید. اینم آقای توس دستور داده، خیلی مثلا خواستن سعی کردن هنر کنن و مثلا جبران مافات بکنن، اینم آقا دستور داده که با احترام آقای دخم کشته بارو چی داری میگه؟ حالا بعد این کارم میکنه، بعد نیگه تسلیم و رضا پیچانه، ما نمیتونیم فرار کنن از دستش، میگه دتر بعد میگه چی؟ که توس سپه باز جنگ فرود به پرداخت آمد از آن که فرود، سپه برگرفت و بزد نار و کوز، زمین کوه تا کوه گشت آب بود، و از آن پس خبر شد به افراسیاب که شد مرز توران چو دریای ها. سپهبد به پیران سالار گفت به خسرو سخن برگشاد از نهوی، برو لشکر آورز هر سو فوز پیل و هیون و سپاه، همی کرد پیران به رفتن شتاب، ز ایوان به دشت آمد افراسیاب، سپه را یکا یک همه برشمر که چند است چنگی سرافراز بود، شمار سپاه آمدش 100,000 همه شیر مردان آهنگزار. ببینید حالا آقای توس لشکر کشیده، حالا این فتح آنچنانی رو به خیال خودش انجام داده، یه قلعه رو گرفته و بعدم اومده ارتش رو آورده به سمت خاک توران زمین، بلافاصله عوامل اطلاعاتی توران خبر میبرن برای افراسیاب آقا چه نشستی ارتش اومده. آقای توس هم که خیلی خوش و خوشحال که بله ارتش ما خیلی نیرومند و دیدی که همین اولیش زدیم داغون کردیم و رفتیم جلو و اومده جلو و از اون من پیران ویسه مأموریت پیدا کرده در مقابل آقای توس چیکار کنه؟ لشکر را آرایی کنه. حالا پیران ویسه یک آدم کهن سرباز، کهن فرمانده، با تجربه جنگ دیده، اصلا 200 سال داره ارتش هدایت میکنه، آدم بسیار با تجربه، فوق العاده با تجربه. تا خبر میشه افراسیاب هم بهش میگه که برو لشکر جمع کن که جلوی ایرانی‌ها رو بگیر. اینم انقدر آدم تیز و باهوشیه میگه بله ما لشکر جمع میکنیم اما 20 سر است. نجی کردی؟ این خودش یه استراتژی. بله استراتژیه. ارتش
جمع میکنه بی سر صدا، یعنی اصلا ارتش ایران نمیفهمه که تورانیا دارن تجهیز میشن. دقیق کردی چی میخوام بگم؟ طلایه داران و کاراگهان ایران که توی اون منطقه دارن میچرخن و مثلا مراقب اوضاع هستن، اصلا متوجه نمیشن که تورانیا دارن نیرو جمع میکنن. این طراحی آقای پیرانویس هست، نیروها رو جمع آوری میکنه. بعد چه کار میکنه؟ فکر میکنی چه کار میکنه؟ آقای توس که همینطور داره میاد جلو توی دشت خپی و خوشحال، هیچی که هم جلوش نیست، ارتش هم به صلاح راحت باش هستن، هر روز مثلا آفرین هر روز 30 کیلومتر آقایون دارن میرن جلو، بعدم شب هم که میخورن و میخوابن و جشنه و مشروب میخورن و خیلی خیالشون راحت، دارن آروم آروم میرن جلو. آقای پیران ویسته هم خیلی قشنگ طراحی کرده، نیروهای خودش رو جمع آوری کرده، از منطقه کوهستانی، نه از مسیر درست روبروی دشت، از مناطق کوهستانی، از راههای کوهستانی، از اطراف و اکناف روی خط ستون یک نیروهای ارتشی توران دارن حرکت میکنن. چجوری دارن حرکت میکنن؟ به پای همه سربازای تورانی و به پای همه اسباب و قاطرها و بند و بساط که اعزامی هستن میدونن، به پای که نمد میبندی هیچ صدا دارن، درست این پای گربه میشه پای یعنی راه که میری هیچ صدا هستن، اسب به اون سنگینی، شطور به اون سنگینی به پاش نمد میبندی هیچ صدا نمیکنه. اینا در نهایت سکوت دارن به ایرانیان نزدیک میشن. ایرانی‌ها که خوش و خوشحال توی اردوگاه واسه خودشون خوابیدن، استراحت میکنن و فلان. حالا یه سوال، اگر توس از طریق دشت میرفت به طرف کوه نمیرفت، این اتفاق نمیافتاد؟ نه اصلا درگیری به وجود نمیومد. حالا قدرت فرماندهی توس جایگاه خاص خودشو داره، حداقل این گنزی که بالا آورده بالا نمیومد. شما ببین همه این کل روحیه ایرانی ها رو خراب کرد. یعنی شما همین الان من داستان رو برای شما بگم، شما هم خوشتون نیومد از این صحنه، چه برسه اونایی که در این قتل عام شرکت هم کردن، که آدم زدن، کشتن، دخترایی که دیدن بیچاره ها اونجور افتن، جیغ زدن از اون بالا، پرت شدن زمین. ترس داره آقا، تعارف نداره که از ارتفاع 200 متری تو خودتو پرت کنی کف مثلا دره، دختره بیچاره ایرانی جیغ میزنه، ناراحته، جیغ میزنه و میفته، بعدم ناله میکنه تا ببینه. اون اینا این صحنه اصلا روحیه‌شون خراب دیگه، ناراحتن. خود ایرانی‌ها خوششون نمیاد، پهلوان‌ها خوششون نمیاد از این وضع. خب حالا ببین چه اتفاق میفته. میگه که اینا اومدن، شما رو سپاه اومدش 100 هزار تا نیرو آورده. این آقای پیران بسته به روز خجسته سپه را بران، کی؟ پیران. سپهبد درفت و جهانبان بمان، همی رفت لشکر گروه ها گروه، نبود دشت پیدا نه دریا نه. بفرمود پیران که بیره روید، که بیره روید از راه آفن بیراهه برد، از این در سوی راه کوتخ رد، نباید که یابند خود آگهی از این نامداران با پره، مگر ناگهان بستر آن گروه، فرو دارم این گشن لشکر شکوه. برون کرد کاراگهان ناگهان، همی جست بیدار کار جهان، خبر شد از ایشان به کاراگهان، که به پیران بگفتن یک سر مهان، که ایشان یعنی کی؟ یعنی نیروهای ایرانی، که ایشان همه می گسارند و مست، شب و روزشان جام شادی به دست، میان سرخس است و باورد توس، ز باورد برخاست آوای کوس، سوار و طلایه ندارد به راه، بیاندیشه از کار توران سپاه. میبینید نیروهای اطلاعاتی آقای پیران ویسه خبر میارن آقا خیالتون راحت، ایرانی ها در خواب خوش خرگوشی هستن، اصلا برای خودشون ریلکسن و اصلا طلایه هم توی ارتش نه. آقا بابا، یکی از چیزهای ارتش اینه، شما وقتی یک قرارگاه نظامی در اینجا مستقر میکنی، یعنی بادی ارتش اینجاست، مثلا 100,000 تا آدم اینجا هستش، اینا همه مجتمع هم با هم چادرها کوچولو گرد همه هم تو هر چادر 5 تا 10 تا سرباز، یه چادر بزرگتر فرماندهی این گروه، مثلا یه چادر باید اینجوری هم طوره وسط ارتش، این چارچوب وسط هم ارکان ارتشه، ارکان ارتش فرمانده کل ارتش و به اصطلاح فرماندهان درجه 2 و 3 اینجا هستن، بقیه همطور اینجا هستن. حالا اینجا قرارگاه نظامیه،
به فاصله چندین کیلومتر، شاید مثلا 5 کیلومتر، 4 کیلومتر، 5 کیلومتر بیشتر بزن. طلایه‌داران هستن، نیروهای اطلاعاتی، نیروهای گشت، گشت شبانه، گشت روزانه، اینا منطقه رو دارن میچرخن. تازه اگر ارتش اینجا مستقر شده، دورش حتما باید کوه باشه که به اصطلاح قرارگاه نظامی دیدبانی ها رو کوه باشن. یه وقت مثلا ارتش دشمن شبیخون نزنه، الان اگه باشه نیروهای مثلا نیروی هوایی نداره مثلا اینا رو بمباران کنه. تیربارا اونجا قرار گرفته، موشکای سام اونجا قرار گرفته، اینا همه اونجا قرار گرفته مراقبن. الکی که 100,000 آدم این وسط نمیذارن گوش بدن تو که آقای توس اینا رو هم تیر. چرا؟ چون هی دیده که بابا هیچ خبری نیست، انگارا این تورانیا کجا هیچ کس جوری ما نیست. خب خیالش راحت دیگه. حالا این اطلاعات اومده به آقای پیران ویسه رسیده. جوبش نیست، جوبش نیست، پیران یلان را بخوان، ز لشکر فراوان سخنها بران. گزین کرد از آن لشکر نامدار، سواران شمشیر زن 30,000. برفتن نیمی گذشته ز شب، برفتن نیمی گذشته ز شب، یعنی نصف شب شده. همین آقایون ارتش در حال خوابن تو ایران. برفتن نیمی، گفتم اونا همه به پای اسب و فلان نمد بست، یعنی اینا تا بالا سر ارتش ایران هم میرسن اینا متوجه نمیشن اصلا کسی اومده بالا سرشون. برفتن نیمی گذشته ز شب، نبانگ تبیره نبوغ و جلب، همه مست بودن ایرانیان، گروهی نشسته گشاده میان. میگه یا همشون مست بودن، اونی هم که نشسته بودن گشاده میان، یعنی اسلحه های بدنشون جدا بود، مثلا راحت باش نظامی. خب بعد میگه که به خیمه درون گیر بیدار بود، سپهدار بود، درس هوشیار بود. ببینید فقط تنها کسی که از فرماندهان لشکر بیداره اون موقع شب فقط گیبه، بقیه همه خواب. فقط گیب و گودرز، این دوتا پدر پسر بیچاره، این دوتا فقط بیدارن، بقیه همه خواب. بعد میگه خروش آمد و بانگ زخم تبر، سراسیمه شد گیب پرخاشه، پراشفت و برخیشتن چون پلنگ، ز خواب و سایش آمد چینگ، بیا آمد به اسب اندر آورد با، به کردار باد اندر آمد زجا، ز گرد و ز شب آسمان تیره دید، به پرده سرای سپهبد رسید. بدو گفت برخیز کام سپاه، به خواب اندرن این دل ایران شاه، و از آن جایگه شد به نزد پدر، به چنگ اندرون گرزه گاو سر. همی گشت برگرد لشکر چو دود برانگیخت، آن را که هوشیار بود، یکی جنگ با بیژن افکند به، که این جای جنگ است یا جای می. میدونی حالا بیژن هم اونجا بیچاره اونم داره استراحت داره میکنه، مشروب داره میخوره. بابا اومده میگه آقا پاشو چی داری مشروب میخوری؟ اینجا جب هست ها. هیچی آقا هم اونجا بلند شده، ای بابا یه تورانی داخل قرارگاه نظامی دارن میرن و میان و میزنن و میکشن و فلان، این ایرانی هم تو حاجباش موندن که چکار دارن. میبینی سپاه اندر آمد به گرد سپاه، یکی بان برخواست از رسما، به زیر سر مست بالین نرم، زبر تیغ و شمشیر و کوپال و گرم. زیر سرشون بالین نرمه، رو سرشون تیغ و شمشیر و فلان. هیچی سپیده چو برزد از برج شیر، به لشکر نگه کرد گیو دلیر، همه دشت از ایرانیان کشته گیر، سر بخت بیدار برگشته گیر. همی کرد گودرز هر سو نگاه، ز دشمن بیفزود هزمان سپاه، سپهبد نگه کرد و گردان ندید، ز لشکر دل ایران و مردان ندید، به جز گیو و گودرز و چندی سوار، که بودن با رنج در کارزار. پدر بی پسر بود، پدر بی پسر بود، پسر بی پدر، همه لشکر گشت زیر و زبر، چنین آمدان گنبد تیزگر، گهی شادمانی دهد گاه در، به بیچارگی پوش برگاشتن، سراسیمه و خیمه بگذاشتن، نه لشکر نه کوس نه بار و بنه، همه میسره خسته و میمونه. میبینید که ایرانی ها به اصطلاح یک شکست فاحشی میخورن و عده زیادی از لشکر ایران همون توی حمله اول غافلگیر و کشته میشه. توس نه؟ نه این توس جنگلنگ نه.
اینا شکست میکنن و مجبور میشن که پا به فرار بزن، یعنی اونجوری فرار میکنن که فرصت نمیکنن حتی خیمه و خرگاه خودشون رو جمع کنن، فقط جونشون رو بردارن در این حال، فقط جونشون رو بردارن در اینجوری فرار میکنن. خب سواران ترکان پس پشت توس، روان پر زکین و زبان پر فسوس. ببین یعنی چی؟ حرف خیلی بدیه ها، حسون است دیگه. سواران ترکان پس پشت توس، روان پر زکین و زبان پر فسوس. یعنی ببخشید سر فوش و بعد بیران میدن و اینا ارتش ایران رو دارن دنبال میکنن، اینا هم دارن فرار میکنن، اونا هم دارن میزنن و میکشن و بعد بیران دارن میگن و همین گرز باری گفتی زعب پس پشت بر جوشان و خود و گرد، نباید کس به جنگ اندرون پایدار، همه کوه کردن گردان حساب، فرو مانده مردان و اسبان جنگ، یکی را نباید خوش و توش درنگ، سپه از بر کوه گشتن باز، شده مانده از رزم و راه دراز، سپه بز هامون چو بر کوه شد، پیکان ترکان بیانگوش شد، فراوان کم آمد ز ایرانیان، بر آمد خروشی ز درد از میان، همه خسته و بسته بود آن که زیست، بدان خسته و بسته باید گریست، نه تاج و نه تخت و نه پرده سرای، نه اسب و نه مردان جنگی به پا، نه آباد بوم و نه پروردگار، نه آن خستگان را کسی خواستار، پدر بر پسر زار و گریان شده، و از آن خستگان نیز بریان شده. میگه اینقدر اوضاع خرابه که اینا حتی فرصت نکردن زخمی ها رو جمع کنن با خودشون ببرن، همه فقط فرار کردن که برن جون خودشون نجات بدن. رسیدن تو کوه که دیگه چون وقت وارد کوه میشن دیگه ارتش دشمن نمیتونه به راحتی وارد بشه، باید با اینا بجنگه. میگه هر کی تو کوه هستش دست برتر پیدا میکنه. اینا فقط جون خودشون نجات دادن، رفتن تو کوه قایم شدن. اینا چنین است آیین و رسم جهان، که کردار خویش از تو دارد نهان، کجا با تو در پرده بازی کند، ز تیزی و از بی‌نیازی کند، به رنج درازیم و در چنگ آز، چه دانیم باز آشکارا زراز، زباد آمدی رفت خواهی به گرد، چه دانی که با تو چه خواهند کرد. می‌بینید اینا هم نصیحت‌های آقای فردوسیه. وقتی که از باده غرور سرمست میشی و به خیال خودت نیرومند شدی، یک کسی رو شکست دی، آدم ضعیف بیچاره‌ای رو، بعد حالا دست بالای دست بسیار است، اینجا به این حال روز میفتی تا بفهمی دنیا. مولانا میگه این جهان کوه هست، فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا، گر که آگه باشی و خوشیار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. حواست جمع باشه چیکار میکنی، بازتابش به تو برمیاد. دیگه نگر تا چه کاری همان بدروی، خود فردوسی، نگر تا چه کاری همان بده، سخن هر چه گویی همان دشت. بعد میگه که چنین است آیین رسم جهان، که کردار خویش از تو دارد نهان، کجا با تو در پرده بازی کند، به تیزی و از بی‌نیازی کند، برنج درازیم در چنگ آز، چه دانیم باز آشکارا ز راز، زباد آمدی رست خواهی به گرد، چه دانی که با تو چه خواهند کرد، رونده بر شاه برد آگهی، که تیره شدن روزگار بهی، چو شاه دلیر آن سخنها شنید، بجوشید و از غم دلش بردمید، زبان کرد گویا به نفرین توس، شب تیره تا گاه بانگ خروس. حالا خبر بردن برای جناب پادشاه که آقا چه نشستی بیچاره شدیم، اولا که خودشون رو شکست دادن در واقع با یک به اصطلاح فرماندهی شرمنده پشمیدن. بفرمایید.